خیلی برام پیش اومده که ویدیویی دیدم و با خودم گفتم یا خدا این دیگه چه ادیت خفنیه، چطوری میتونم همچین ویدیویی بسازم؟ ادیتای ترند تیک تاک، AMV، هولی مولی، ادیتای سیگمایی، ریک، او مای گاد، یا هر اسمی که دوست دارید میتونید بهشون بگید. ویدیویی ان که هم برای ویورا هم ادیتورا جذابن. توی کامنت ها و دایرکت اینستام خیلی ازم خواستید که روش ساختن این سبک ویدیوها رو بهتون یاد بدم. پس بریم که از 0 تا 100 ساختن این ویدیو رو مرحله مرحله یاد بگیریم. مرحله اول، موضوع. شما برای شروع باید یه موضوعی داشته باشید که بخواید دربارش ادیت کنید. مثلا چند تا از موضوعات ترند و مورد علاقه خودم، سریالایی که دیدم و خوشم اومده، بازی، یا حتی میتونه شغل و حرفتون باشه، یا حتی چرخ دستی. من این ویدیو دیده بودم توی اینستا که یکی از یه چرخ دستی ادیت کرده بود و خیلی هم وایرال شده بود. از سریالای ترند تیک تاک و وایرال هم بخوام براتون مثال بزنم، بریکینگ بد، بتر کال سال، دی بویز، گیم آف ترونز میتونه گزینه خوبی برای شروع ادیتتون باشه. اما اینو بدونید که موضوع ادیت یه چیز کاملا سلیقه‌ایه و باید باهاش ارتباط برقرار کنید تا بتونید یه ویدیو خوب ازش بسازید. مرحله دوم، ایده. بعد از پیدا کردن موضوع باید ایده ویدیوتون رو پیدا کنید. ایده مرحله‌ایه که خیلی‌ها رو از ساختن ویدیو منصرف می‌کنه، یا میتونم بگم خیلی‌ها ازش می‌ترسن. جمله‌ای که من تو دوره‌های قبلیم از هنرجوام بودم اینه که من خلاقیت ندارم، من ایده‌ای به ذهنم نمیرسه که بخوام ازش ادیت کنم. به نظر من همه میتونن ادیت کنن و این جمله که من خلاقیت ندارم مزخرف‌ترین جمله‌ای که تا حالا شنیدم. بهتون پیشنهاد میکنم برای شروع ادیتتون از ایده های ویدیوهای وایرال دیگران الگو برداری کنید و مطمئن باشید هیچ اشکالی نداره. همونطور که کوکسر از ویدیوهای وایرال یوتیوبرهای خارجی ایده برداری میکنه و ویدیویی میسازه که ما از دیدنش لذت میبریم، همینطور اینم بدونید ویدیو وایرالی که شما تو اکسپلور اینستاتون یا تیک تاک دیدید شاید ایده منحصر به فرد اون شخص نبوده باشه و ممکنه ده ها بار توسط ده ها ادیتور ادیت شده باشه تا الان به اون ویدیو وایرال تبدیل شده باشه. به عنوان مثال رقص وایرال ونزدی با این آهنگ، شاید روز اول یه آدم این آهنگو شنیده و با خودش گفته که چقدر به این رقص میاد و ادیتش کرده. دفعه بعد یه ادیتور دیگه اون ایده رو دیده و خوشش اومد و با یه ادیت بهتر ساختتش و بعد از چندین بار ریمیک تبدیل شده به اون ویدیو وایرال که شما تو اکسپلورتون دیدید. تمام این حرفا رو زدم که بگم الگوبرداری از ایده های ویدیوی بقیه هیچ اشکالی نداره و همینطور یه روشیه که به مرور ایده های جدید، ایده های منحصر به فرد خودتون به ذهنتون بزنه. مرحله سوم، آهنگ. آهنگ توی سبک ادیتای تیک تاکی یکی از عناصر اصلیه. جوری که من اعتقاد دارم بهترین ابزار ادیت آهنگه. برای پیدا کردن آهنگای ترند تیک تاک دو روش هست. روش اول این که از آهنگای ویدیویی که دیدید و خوشتون اومده استفاده کنید. که معمولا توی دیسکریپشن یا کامنت ها اسم آهنگو می نویسن. روش دوم، استفاده از پلی لیست اسپاتیفای منه. چون خیلی از من میپرسن که آهنگا ادیت تو از کجا پیدا میکنی، چطور میتونیم آهنگایی که تو ویدیو استفاده کردی و دانلود کنیم. من یه پلی لیست ساختم و هر آهنگی که تو ویدیوم استفاده میکنم یا گوش میدم و خوشم میاد و تو اون پلی لیست اد میکنم. لینک پلی لیست اسپاتیفای من توی کپشن هست. یه سوالی که در مورد آهنگ و کلن آهنگای این سبک ویدیو از من زیاد میپرسن اینه که ایمان، آهنگای پلیلیست اسپاتیفای یا کلن این سبک ویدیو کپی‌رایت داره؟ معلومه که داره بچه‌ها. 90% آهنگایی که تو اسپاتیفای میبینید یا تو این سبک ویدیوهای تیک تاکی و سیگمایی میبینید کپی‌رایت دارن. حالا مهمه؟ نه. ببینید بچه‌ها، توی اینستا کپی‌رایت داشتن آهنگ آنچنان مهم نیست. شاید تو بعضی از شرایط خیلی منحصر به فرد آهنگای خیلی خاص ویدیوتون رو پاک کنه، ولی معمولاً ایرادی نمیگیره به ویدیوتون. ویدیو که ادیت کنید و بذارید یوتیوب، تنها اتفاقی که میفته اگه آهنگ کپی رایت داشته باشه ویدیو کپی رایت میگیره و هیچ تأثیری روی چنلتون نداره. پس پیشنهاد من اینه اگه چنل یوتیوبتون مانتایز نشده، هنوز به اون 1000 تا ساب و درآمدزایی نرسیدید، اونقدر به کپی رایت فکر نکنید. من خودم هنوز توی یوتیوبم آهنگی که خوشم بیاد خیلی باهاش ارتباط برقرار کنم، حتی اگه کپی رایت داشته باشه ازش ویدیو میسازم. این فقط پیشنهاد شخصی من. موضوعی که من میخوام انتخاب کنم از سریال مورد علاقمه بتر کال سال. من ایده ای که دیدم و خوشم اومده سکانسی از بتر کال سال، قسمت های آخرش که جسی از سال میپرسه که لالو کیه. Who's Lalo? Who? Lalo. That's some dude named Lalo sent us. He seemed pretty freaked out.
و از اونجا میخوام ربطش بدم به سکانس‌های خوب لالو. ایده کلی ویدیوم این باشه. یا آهنگ مناسب باید ازش پیدا کنم که من قبلا توی پلیلیست اسپاتیفایم که این پلیلیست اسپاتیفای منه یا آهنگ انتخاب کردم اسمش هویز چیه که مطمئنم هم کپی رایت داره اما برام مهم نیست چون خوشم اومده میخوام ازش استفاده کنم. مرحله چهارم، پیدا کردن منابع. قاعدتا برای ادیت ویدیو باید منابعی داشته باشیم که روشون ادیت کنیم، ویدیوهای مربوط به موضوع و ایدمون. اینجا یه سوالی که بچه‌ها خیلی تو دایرکت از من میپرسن اینه که ایمان مثلا تو یه ادیت زدی از بریکینگ بد، برداشتی کل سریالو دانلود کردی، بردی تو پریمیر، کات زدی، بعدش اون ادیتو کردی. اگه بخواید از موضوعی که ادیت میکنید کل اون سریالو دوباره ببینید، کات بزنید، یه ماه دو ماه ادیتتون طول میکشه. شما برای یه ویدیو، برای ادیت یه ویدیو بیشتر از یه روز نباید وقت بذارید. اگه بیشتر از یه روز وقت بذارید وقتتون حرام شده. کاری که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه که اون سریالی، اون موضوعی که میخواید دربارش ادیت کنید تو یوتیوب سرچ کنید، بهترین سکانس های اون سریال، اون موضوع. مثلا در مورد بریکینگ بد فقط کافیه سرچ کنید best breaking bad moments. مثلا در مورد والتر وایت میخواید بسازید best والتر وایتس مومنتس. مثلا الان کاری که من میخوام بکنم در مورد لالو بسازم، میذارم best better کار سال لالو مومنت. میبینید الان من کلی ویدیو دانلود کردم، فقط این ویدیو در مورد لالوه. من ادیت های دیگه هم کردم، مثلا در مورد The Boys Homelander بزنید Best Homelander Moment Season 1 Season 3 مثلا. یا از ریک اند مورتی هم من ادیت کردم، باز همین روش بوده که من منابعمو به دست آوردم. حالا موضوعی که هست، ممکنه شما برای ساختن یه ویدیو، ادیت یه ویدیو، چندین ویدیو دانلود کنید، چندین منبع باید پیدا کنید، یا حتی بعضی موقع واقعا لازمه که اون فیلمو کامل بشینید ببینید. مرحله پنجم، کات کردن سکانس های خوب. از این مرحله کار واقعی ادیت ما شروع میشه و میریم توی پریمیر. سکانس هایی که دانلود کردم و میارم توی پریمیرم و شروع میکنم به کات کردن سکانس ها مطابق با اون ایده ای که میخوام ازش ادیت کنم. اینو در نظر داشته باشید بچه ها، ممکنه ده ها صد ها کات بزنید و تو این مرحله چیزی که باید بهش دقت کنید اینه که صبر داشته باشید، چون همین کات ها، همین سکانس هایی که انتخاب میکنید قرار بشه بیس و پایه ادیتتون. پس به هیچ وجه توی کات کردن عجله نکنید. مرحله ششم، حالا شروع میکنیم به کنار هم گذاشتن سکانس هایی که کات کردیم. آهنگ که انتخاب کردیم و میذاریم تو پریمیر و سکانس ها رو مطابق اون آهنگ و اون بیت کنار هم میذاریم. یکی از رمزهای ادیت من اینه که من یهو شروع نمیکنم به ادیت کردن، از همون لحظه اول تمام ادیتا رو انجام نمیدم و به جاش مرحله مرحله جلو میرم. مثلا الان شروع میکنم به دونه دونه انتخاب کردن سکانس هایی که کات کردم و گذاشتنشون کنار هم و سینک کردنش با آهنگ. برای سینک کردن سکانس با آهنگ، اگه میخواهید بهتر بیت های آهنگو ببینید، با بردن موستون روی این قسمت و با نگه داشتن آلت و اسکرول موستون لایه آهنگتون رو بزرگ میتونید بکنید و همینطور باز اگه روی تایملاینتون آلت رو نگه دارید و اسکرول کنید میتونید بیتا و جزئیات آهنگتون رو بهتر ببینید. نظر شخصی من اینه و بهتون پیشنهاد میکنم که تو این مرحله ادیت دیگه ای نزنید، فقط صحنه رو کنار هم بذارید و کات کنید. مرحله هفتم، حالا ادیتمون رو یه مرحله میبریم بالاتر. تو ادیت های AMV و سیگمایی که میبینید، حرکتی هست که شخصا از انجام دادنش خیلی لذت میبرم و حس میکنم زیباترین افکت ادیت های تیک تاکیه، اسپید رمپینگ، کم و زیاد کردن سرعت ویدیو با توجه به آهنگمون. برای تغییر سرعت ویدیو روش‌های خیلی زیادی وجود داره، اما روشی که من ازش استفاده می‌کنم و خیلی آسونه شورتکات آره. با زدن دکمه آر روی کیبوردتون این ابزار براتون فعال میشه و برای استفاده ازش فقط کافیه روی انتهای لایه‌تون برید یا ویدیوتون رو بکشید یا ویدیوتون رو جمع کنید. به این صورت که اگه ویدیوتون رو بکشید، مدت زمان اون لایه‌تون بیشتر میشه و سرعت ویدیوتون کمتر میشه. به عنوان مثال اگه من اینجا راست کلیک کنم برم تو اسپید، سرعت ویدیوم شده 50%. همینطور اگه انتهای ویدیوتون رو بگیرید و جمع کنید ویدیوتون رو، اون لایه مورد نظرتون مدت زمانش کمتر شده و اگه من دوباره برم تو اسپید، سرعتش شده 360% و سرعتش بیشتر شده. حالا میخوام بهتون یکی از فوتای کوزه‌گری اسلو موشن رو بگم. الان به عنوان مثال تو این صحنه من اگه دوباره شورتکات آ رو بزنم و انتهای ویدیومو بگیرم و بکشمش، اینطوری سرعت ویدیو من کم میشه و اسلو موشن میشه. اگه من ویدیومو پلی کنم الان، ویدیو من تیکه تیکه و با اف پی اس کم پلی میشه. ببینید، اما هم تو ویدیوهای من هم تو ادیتایی که دیدید اینطوری اسلو موشن نمی‌کنن. اسلو موشن خیلی نرم انجام میشه. حالا چطوری قرار اون اسلو موشن نرمو بسازیم؟ بازم چندین روش وجود داره. میتونین از پلاگین استفاده کنید. پلاگین تویکسور که من خودم ازش استفاده نمی‌کنم به خاطر اینکه سنگینه. اما اگه پلاگینم ندارید و میخواید با ابزارهای خود پریمیر این کارو انجام بدید، نگران نباشید. روشی هست که ساده‌تر و خیلی سبک‌تره. وقتی سرعت ویدیوتون رو کم کردید، روی ویدیوتون روی لایه‌تون راست کلیک می‌کنید، میرید تو
قسمت اسپید و از این قسمت فریم سامپلینگ رو میزنید روی اپتیکال فلو. الان من اگه اوکی بزنم ویدیو من نرم اسلو موشن شده، ببینید. و هر چقدر من سرعت ویدیومو کمتر کنم این اسلو موشن بهتر نمایش داده میشه، این نرم شدن اسلو موشن خیلی واضح‌تر معلوم میشه. این کاری که ما کردیم عملاً این اتفاق افتاد که هر فریمی که عوض میشه فریم قبلی تبدیل میشه به فریم بعدی و مثل اسلو موشن معمولی فریم قبلی یهو تغییر نمیکنه به فریم بعدی. پس همینطور اگه ویدیوی که شما انداختید تو پریمیر و میخواید اسلو موشن کنید، اگه اف پی اسش بیشتر باشه، مثلا اف پی اس 60 باشه، خیلی نرمتر این اپتیکال فلو انجام میشه نسبت به ویدیوی که اف پی اسش مثلا 30-15، چون توی ویدیو اف پی اس 60 عکسای بیشتری کنار هم قرار داده شده تا نسبت به ویدیوی که FPSش 30ه. مبحث اسپید رمپینگ خیلی مبحث طولانیه و نمیشه توی یه ویدیو در موردش توضیح داد. اگه دوست داشته باشید تو برنامه‌ام هست که یه ویدیو بسازم و کامل اینو توضیح بدم. تا اون موقع فکر کنم برای این قسمت فعلا کافی باشه. مرحله هفتم ترانزیشن. ترانزیشن به افکتی میگن که بین دو تا صحنه متفاوت اعمال میشه و لحظه تغییر سکانس رو جذاب‌تر می‌کنه. ترانزیشنایی که می‌تونی بین سکانس‌های کات شده‌مون بذاریم خیلی زیادن. اما تو ادیتای سیگمایی چند پر کاربرد وجود داره که الان میخوام بهتون یاد بدم. اولین ترانزیشن روشن شدن صفحه است که توی لحظه عوض شدن صفحه نور صفحه زیاد میشه و بعد به حالت عادی برمیگرده. برای ساختن این ترانزیشن از افکت لومتری کالر استفاده میکنیم. مثلا اگه من بخوام بین این دوتا سکانسی که الان کات کردم این ترانزیشنی که گفتم بهتون بنزم، اولین کارم اینه که از این قسمت این علامت برگر رو میزنم، میرم تو ادجاستمنت لایر و اندازه ادجاستمنت لایرمو اندازه سایز ویدیوم انتخاب میکنم. الان ویدیو من برای ریلز این استاس و سایزشو میکنم 10:1920 و همینطور FPS ویدیویی که دارم ادیت میکنم، FPS ویدیوی من الان 29. اوکی رو میزنم و ادجاستمنت لیرمو میارم میرزم بالای اون سکانسام، کوچیکش میکنم به اندازه ای که یه خورده از قبل کات و بعد کات داشته باشه. میرم تو افکت سرچ میکنم لومتری کالر، لومتری کالرمو انتخاب میکنم میرزم روی ادجاستمنت لیر. حالا میرم تو پنل افکت کنترل، اسکرول میکنم پایین و توی قسمت بیسیک اکسپوژر ویدیومو زیاد میکنم، به صورتی که سه تا کی فریم قرار انتخاب کنیم. روی این علامت ساعت میزنیم کی فریم اولمون، 3-4 فریم میریم عقب‌تر یک کی فریم دیگه انتخاب میکنیم و همینطور دوباره چند تا فریم میریم جلوتر. بعد از لحظه کاتمون دوباره یک کی فریم دیگه میذاریم و الان کاری که قرار بکنیم میریم روی کی فریمی که روی لحظه کاتمونه و این عددش رو زیاد میکنیم. زیاده روی هم قرار نیست بکنید، یو نکنید، مثلا 7، 1-2 کافیه به نظر من. حالا من میکنم برای اینکه بهتر مشخص بشه میکنمش 2. الان اتفاقی که قرار بیفته اگه من این فلش رو بزنم بهتون بهتر نمایش داده میشه، نور من از حالت عادی میره بالاتر و بعد میاد پایین به این شکل. هم حالا اگه میخواید قشنگتر این اتفاق بیفته میتونید کی فریم دومتون وقتی که قرار از حالت نور برسه به حالت معمولی دوباره میتونید مدت زمانش بیشتر کنید. یعنی من این کی فریم رو میارم و دورترش میکنم و این اتفاق میفته. مدت زمانی که طول میکشه ویدیو من نورش رفت بالا و برگرده به نور حالت عادی بیشتر طول میکشه و ترانزیشنتون قشنگتر اتفاق میفته. و همینطور اگه باز میخواید ترانزیشنتون قشنگتر بشه روی کی فریم سومتون راست کلیک کنید و ایزی اینو بزنید. ایزی این چیکار میکنه؟ به این نمودار الان دقت کنید. اگه حالت قبل باشه نمودار من یه خط صافه، ولی من اگه ایزی اینو بزنم یه حالت منحنی دار بهش دست میده، خیلی نرمتر برمیگرده به حالت اول و ترانزیشن نهاییمون به این شکل در میاد. و همینطور اگه بخواید این ترانزیشن رو بین کات‌های دیگه‌تون تکرار کنید لازم نیست دوباره تمام این کارهایی که کردید انجام بدید، فقط کافی آلتو بزنید و روی این ادجاستمنت لیر کلیک کنید، آلتو اسکرولش کنید روی صحنه کات بعدیتون، دوباره آلتو اسکرول کنید روی صحنه کات بعد و همینطور این ترانزیشن شما تکرار میشه. ترانزیشن دوم دایرکشنال بلوره که بیشتر برای ویدیوهای با ریتم سریع‌تر، ویدیوهای با آهنگای فانک استفاده میشه که منم چند بار تو ویدیوام استفاده کردم و خودم هم خیلی ازش خوشم میاد. طریقه ساختنش دوباره به همین شکله. یه ادجاستمنت لیر انتخاب میکنیم، میاریم مینوزیم بالای لحظه کاتمون، کوچیکش میکنیم. حالا میریم تو افکت سرچ میکنیم دایرکشنال بلور، دایرکشنال بلور رو انتخاب میکنیم مینوزیم رو ادجاستمنت لیرمون و دقیقاً قراره کاری که با لومتری کالر کردیم با دایرکشنال بلورمون هم انجام بدیم. جهت بلورمون رو دست نمیزنیم اما مقدارش رو دوباره سه تا کی فریم میزنیم روی لحظه کات
چند فریم قبل از لحظه کات و چند فریم بعد از لحظه کات و میریم روی لحظه کاتمون و این عددو بالا میبریم. اینطوری هر چقدر این عددو بالاتر ببرید، بلوری که به جهت تصویرتون میده بیشتر میشه. الان چون برای ما جهتش صفره، داره به صورت عمودی انجام میشه. اگه من این جهتش رو عوض کنم، میبینید که نسبت به اون درجه که دارم بهش میدم داره بلور انجام میشه. هر جهتی که دوست دارید میتونید بهش بدید، اما من چیزی که بیشتر دیدم تو ادیت ها همین عدد صفره. و بازم مثل ترانزیشن قبلی فقط کافیه با آلت و درگ این ادجستمنت لیر رو بالای بقیه لحظه کات کپی کنیم. مرحله هشتم، افکت. برای زیباتر شدن نهایی ادیتمون میتونیم توی کل زمان ویدیو از افکت‌های استفاده کنیم که ویدیومون جذاب‌تر بشه. مثلا رنگ. رنگ صفحه‌مون رو عوض کنیم تا متفاوت‌تر بشن. برای تغییر دادن رنگ باز از افکت لومتری کالر استفاده می‌کنیم. یه ادجستمنت لیر بالای کل سکانس کات شده ها میندازیم، سایزش رو درست می‌کنیم و میریم تو افکت، سرچ می‌کنیم لومتری کالر و میریم تو افکت کنترلز و با این اعداد بازی می‌کنیم. مثلا رنگش رو کم و زیاد می‌کنیم، هایلایتش رو زیاد می‌کنیم، شادو بهش میدیم، یه رنگی میسازیم سکانسامون رو قشنگتر و متفاوت‌تر بکنه. این یکی از افکت‌هاییه که توی ویدیوی سیگما یا تیک تاک استفاده می‌کنن، تغییر دادن رنگ سکانسا. همینطور یه افکت دیگه‌ای که میتونید با لومتری کالر بسازید و من زیاد توی این سبک ادیتا دیدم، اینه که نور صفحتون حالت مهتابی بهش دست بده، خیلی سری کم و زیاد شه. برای ساختن این افکت دوباره از همین افکت لومتری کالر استفاده می‌کنیم. لومتری کالر رو می‌ذاریم روی ادجستمنت لایر، می‌ریم اول ادجستمنت لایر قسمت بیسیک رو باز میکنیم، اکسپوژر لومتری کالرمون رو کی فریم میذاریم. کی فریم اول حالت معمولی، یکی دوتا فریم میریم جلوتر یه ذره این عدد رو میبریم بالاتر، مثلا 7. دوتا میریم جلوتر یه ذره میبریمش پایین تر، مثلا -1. دوباره دوتا جلوتر یه ذره میبریمش بالا، دوباره جلوتر یه ذره میبریمش پایین، دوباره جلوتر یه ذره میبریمش بالا. و الان زوم کنید روی کی فریم ها، همه کی فریم ها انتخاب کنید، با آلت و درگ کپیشون کنید. من الان بیام عقب تر، دوباره کی فریم ها انتخاب میکنم، کپیشون میکنم، دوباره همه کی فریم ها انتخاب میکنم، آلت و درگ کپی میکنم و این شکلی میشه تصویرم. یه حالت نور مهتابی بهش دست میده و افکت جذابیه. و اینم از این، تبریک میگم، تو تونستی اولین ادیت سیگمایتو با آسونترین افکت و ساده ترین آموزش بزنی. باید این نکته هم بدونی که هر کدوم از این افکتایی که تو این ویدیو آموزش دادم با روش های مختلف و پلاگین هم انجام میشه و حتی سختتر و زیباتر. یه سوالی که بچه‌ها خیلی از من میپرسن، یه ویدیوشون رو برام میفرستن، میگن ایمان ادیتمون خوبه، و من هر دفعه بهشون اینو میگم. سوالی که بعد از ساختن یه ویدیو از خودتون میپرسید نباید این باشه که آیا این ویدیوم خوب بوده، آیا این ادیتم خوب بوده یا نه. سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که آیا این ادیتی که کردم از ادیت قبلیم بهتر بوده یا نه. اگه ویدیوی قبلی که ادیت کردید رفتید دیدید و حالتون به هم خورد از ادیتتون، یعنی پیشرفت کردید از ویدیوی قبلتون و اینطوری دارید موفق میشید.